درود و وقت بخیر و مجدد خدمت همگی. میخوایم بریم سراغ پارت دوم دیسیژن تری که حالا قراره بیان کد این قسمت رو پیاده سازی. نکته ای که نیست ها، بریم شروع کنیم. خب من امروز میخوام توی کولاب بیام و حالا پیاده سازی رو انجام بدم. بذارید خب اول میام حالا توی گویا کولاب که هستم، میخوام کانکشن با درایوم، یه البته اجازه بده به کولاب به من ببینم چه چه کنیم. انجام اون میلم رو هم انتخاب میکنم که دسترسی بده به گوگل درایو. خب چون این انجام بشه من دیگه میتونم به دیتا های داخل درایو دسترسی داشته باشم. خب اوکی، الان اگه من اینجا فایلامو باز کنم درایوم رو میبینم و همه چی خب گل گل بود. بریم سراغ این که اینجا من یکی از کتابخونه‌هامو اول باید اینستال کنم که مربوط به کاتگوری کال هست. میخوام داده‌هامو کاتگوری کال کنم. چی شده؟ حالا بذار ببینیم ایمپورتش میکنه. ایمپورت نمیشه. من اینجا یه دونه اوپن اگزمپل داره، بازش کردم ببینم چطور. نه متاسفانه در مورد این کتابخونه صحبتی نکرده. بذارید من یه دونه علامت. خب پس همینجا ما دوچار ایرور شدیم. خب من سرچش کنم. خب ببینیم این کتاب خونه چطور توی کولاب این استال میشه. که میخواییم ازش استفاده کنیم بتونیم انجامش بدیم. همین کاری که خودمون کردیم نمیدونم چرا. من این پایپ رو بردارم. حالا نگرم نمشد اگه نشد برم گرم این بور سیستم یه چیز خواسته نیست. ظاهرا من یه چیزی رو اعتمالا اشتباه زدم. خب این استالش انجام شد، من میام ایمپورت هم انجام میدم. خب تمام کتابخونه هایی که نیاز دارم هم ایمپورت شد. خب بریم سراغ این که دیتام رو بخونم. دیتا ستی که میخوام باش کار کنم دیتا ست تایتانیک هست که در نهایت کلاس هایی که داریم میخوایم ببینیم افراد زنده موندن از حادثه تایتانیک یا نه. خب من میرم داخل درایوم و حالا به اون جایی که قرار داره دادم رو پیدا کنم. خب و حالا اون لینک دیتا ستم رو بردارم. خب دیتا ست تایتانیکم رو توی فولدرم پیدا کردم. اینجا سراختر رو میزنم، کپی پس رو میزنم. خب و کافیه که توی pd.readcsv اون قسمتی که دیتا ستم هست رو مشخص کنم. خب دیگه من اینو کارش ندارم، فایل رو میبندم از اون گوشه. اجراش رو کنم، دیتا ستم خونده میشه و اونجا ریخته میشه توی DF. خب بریم ببینیم که داخل دیتا ست هم چه چیزایی داریم. کاپی که من از دیتا فریم هم یه دونه هند بگیرم که حالا 500 اول رو ببینم. خب ببینید چه اتفاق افتاد. یه دونه پسنجر آیدی دارم
سروایو که همون لیبل های من هستن، تقریبا چوب خب همون ستون اول من هست که مثلا گفته زنده نمونده، مثلا صفر زنده مونده یک. خب نیم رو داریم، سکس رو داریم، ایج رو داریم، تعداد سیبلینز خواهر برادر همچین چیزی، کلی چیزا این شکلی توی این دیتا ستمون داریم، فیچرهای مختلفی داریم. خب حالا جالبه کلاب یه دونه فیچر، آها ببینید یه آیکون دیتا ویژوالیزیشن کلاب کنار دیتا ست به من داده بود که من زدمش. خب این هم چیز جالبیه، شما میتونید بیاید مثلا دیستریبیوشن داده‌هاتون رو ببینید، دیستریبیوشن داده‌های کاتگوریکالتون رو ببینید، یه حالا ویژوالیزیشن و آنالیز خوبی هم میده. خوبه دیگه، مثلا AI اومده، شما توی ابزارا میتونید کلی چیزای این شکلی استفاده کنید. خب پس بعد نشد امشب از کولاب استفاده کردیم. خب من میتونم محدودش هم بکنم، مثلا 10 تا رو توی حالا مثلا اینجا نشون بدم. در تغییر واسه ما نکرد ولی خب کارش نشد. خب این از این، من دیتامو خوندم، سطراشو هم دیدم، فقط قبلش یه دونه شیپ هم ازش بگیرم که مطمئن شم دیتا ستی که میخوام هست. خب DF یه دونه شیپ میگیرم. خب ببینم داده هاش دیگه 891 سطر داریم و 12 تا ستون. خب من یه دونه اینفو هم از این بگیرم، DF داد اینفو. خب وقتی که اینفو میگیرم داریم میبینیم که گفته که مثلا 12 تا کالوم داریم، 891 سطر یا سمپل داریم. اگه توی مثلا ایج رو نگاه کنید بچه ها، 714 تا نان دان داره، این مشخص میکنه که ما میسینگ ولیو داریم، یا توی کابین هم به همین صورته. خب من همینجا فقط قبلش موردی که نیست، همه چی اوکیه، همه چی رو دارید دوستان؟ خب مطمئنشم. خب من میخوام برم چیکار کنم، مثلا بیام ببینم که چه تعدادی من داده یا مثلا میسینگ دارم. خب بیام ببینیم که این تعداد میسینگ های من چند است. من کافیه که بیام از دیتا فریمم is null بگیرم، دیگه ما اینا رو بلدیم، جلسه دیتا کلینینگ رو گذروندیم. خب و یه دونه دات سام هم بگیرم که تعداد برای هر فیچر مشخص شد. اگه اجراش کنم نگاه کنید، اونایی که صفره که میسینگ نداره، ولی برای ایج 172 تا 177 تا، برای کابین 687 تا، برای امبارکت 2 تا داره. خب ببینیم که چیکار می‌خوایم با این دیتاهایی که حالا داریم بکنیم. قبل از این که من برم سراغ میسینگ ها، بیام یه اطلاعات کلی هم از دیتا ست در بیاریم. خب یه چیزی که ما الان دیگه به دردمون نمیخوره این پسنجر آیدیه، چون فایده واسه ما نداره توی حالا مدل ماشین لرنینگمون، کاری برای ما نمیکنه، چه بسا ما رو دچار مشکل میکنه. برای من همینجا میام این پسنجر آیدیم رو DF drop میذارم و میخوام حذفش کنم. خب passenger ID. خب و حالا axis رو یک قرار میدم، میدونیم اینا رو دیگه، و in place رو هم شروع میکنم. in place که چه اتفاقی بیفته؟ بره داخل همون حالا دیتا ست هستیم ذخیرش وقتی که هست با انجام شد. خب من این رو اجرا میکنم، میره حالا اون پسنجر آیدی رو حذف میکنه. چیز دیگه ای که حالا من بهش نیاز ندارم، بذارید من همین رو از بالا کپی کنم، چیه برای من؟ تیکت هست. خب اون رو هم من نیاز ندارم، من تیکت رو هم حذفش میکنم.
بریم اجراش کنیم. خب این دوتا فیچری بود که حالا من نیازشون نداشتم، حذفشون کردم. حالا بریم از دیتا فریممون، من ویژگی سروایو رو ببینم. این همون حالا ستون لیبل ما هست، در اصل وای ما هست دیگه، این رو میدونیم. خب من یه دونه value count میخوام روش بزنم. خب و حالا بعد از اون یه دونه dot to frame هم استفاده میکنم تو بیاد شیک و مجلسی برام نمایشش بده. خب اجراش میکنم، ببینید چه اتفاق افتاده. اومده گفته که مثلا برای اون افرادی که حالا مثلا بردن 549 تا بوده، 0 549 تا داریم، اونایی که نجات پیدا کردن 342 تا. ویژوالش هم بزنیم، حالا که یاد گرفتیم دیگه هی تق و تق بزنیم ها. اومده مثلا یه حالا دیتا فریمی برامون، یه پلات بارچارتی رو اومده رسم کرده، ولی بارچارتش اونقدر خوب نیست، توقع داشتم یه چیز بهتری رو برام بده. خب حالا این از این، خودمون بریم میایم حالا که اینجا الان بار چارت ایوان چی شو. خب قهر میکنیم فکر چند دقیقه بریم خودمونم یه دونه بار چارت براش رسم کنیم حالا که حرفش رو زدیم. خب چیکار میکنیم؟ از SNS سیبورنمون count plot رو میاریم. خب اومد و بهش دیتا رو میدیم، دیتا فریممون، DFمون، و X رو هم میدیم survived. من اجراش میکنم، ببینید اومد برای 0 و 1 تعداد رو نشون داده که مشخصه تعداد حالا افرادی که مردن زیاده و تعداد افرادی که زنده موندن کمتر. خب حالا از این کارا هم کردیم، بریم سراغ این که اون missing value رو هندل کنیم. خب بریم ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. الان زیاد حالا من با دقت خاصیم missing value ها رو روشون کار نمی کنم. شما میتونید هوشمندانه بیایید باهاشون برخورد کنید، پرشون کنید، حذفشون کنید و چیزای این شکل. ما خب اون جلسه دیتا کلینینگ رو با هم دیگه گذروندیم. خب من از دیتا فریمم فیچر کابین رو انتخاب میکنم. خب و حالا میخوام چیکار کنم؟ بیام تایپ هایی که توی چرا دوتا نشد؟ خب تایپ هایی که توی کابینم هست رو ببینم. برای کافیه که بیام اپلای کنم خب دستور تایپ رو روی دیتا. خب بیام ببینم هر سطر چه تایپی داره. خب این نگاه کنید، بعضی هاشون استرینگه، بعضی هاشون فلوتیم، که این حالا زیاد باب میل ما هم نیست. خب میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام این وضع رو درستش کنم. کافیه که بیام به جای اینکه از خود فیچر کابین استفاده کنم، خب ببینیم اول توی کابین چیه، من از DF کابین رو بیارم ببینم اصلا چی بوده توش که من میخوام این کار بکنم. نگاه کنید اسم حالا کد کابین هاست، خب و حالا اون میسینگ ها هم که نن هستن. خب من میخوام بیام چیکار کنم؟ بیام مثلا بگم که اگه کابین دارم بیا مثلا بگو که داره، اگه ندارم هم بگه نداره. خب میخوام این چون که اگه بعدن بیام این رو مثلا انکودش کنم خیلی تعداد فیچر هم زیاد میشه و حالا برای من زیاد مهم نیست کدوم مسافر تو کدوم کابینه، همین که بدونم کابین داره یا نه کافی. خب برای این که
این چیزی که تو ذهنم اعمال کنم کافیه که بیام توی دیتا فریم هم یه دونه فیچر جدید ایجاد کنم به اسم has coming. خب و این رو برابر قرارش بدم با اون حالا df cabin و حالا میخوام چیکار کنم؟ روش اپلای کنم یه تابعی رو. تابعمو با چی می‌نویسم؟ لامدا. خب چی شد؟ کافیه که کلمه کلیدی لامدا رو بیارم بگم x حالا یه دو نقطه و روش چیکار کنم؟ خب صفر رو میبرم میگم اگر تایپ x من برابر فلوت بود صفرش کن در غیر این صورت else یک قرار بده مشخص میکنه که کابی داشتم یا نداشتم اینم از این رو اجراش میکنم ببینیم چه اتفاقی افتاد چی شده؟ به ایلس گیر داده invalid syntax ببینیم چه اتفاقی افتاد اومدم من کابین رو آوردم اپلای کردم روش لامدا رو با لامدا اومدم تابم رو نوشتم گفتم x صفر باشه اگر if type هم آن صرف کنیم یه دونه پرانتز رو من بردارم ببینیم درست میشه الان اجرا شد من یه دونه پرانتز سیاهات گذاشته بودم خب من برم اون از دیتا فریم هم از کابین رو بیارم ببینیم چی توشه ببینید دیگه الان فقط توش صفر و یک هم نزدین میسینگ هام هم دیگه الان باید اوکی شده باشه برای کابی ببینیم یه لحظه خب من دیتا فریم هم این فوش رو بیارم هز کابین که جدید ایجاد کردم میبینید هیچ داده نالی نداره خب از این خب اونایی که مثلا اومده missing value بوده گفته به جاش صفر بذار یعنی کابین نداره خب الان که این کار رو کردیم من دیگه نیاز به ستون کابین ندارم خب برای میام دراپش میکنم حذفش میکنم از دیتا فریم هم خب میام میگم که df dot drop کابین خب دیگه بلدم. اکسیزم رو یک میکنم و این پلیس رو هم درو برم. خب. هم کابین رو هم درست نمیشتم. خب. این رو اجراش کنم. این که دراب میشه. بعد من دو تا ستون دیگه دارم. پارش و سیبلینگز و اینا خب که این داره مثلا تعداد افراد مختلف خانواده رو نشون میده خب من میخوام بیام کلن یه دونه ستون داشته باشم که افراد خانواده تعدادشون اونطوری شده بشه خب برای میام یه دونه دیتا فریم از داخل دیتا فریم یه دونه ستون ایجاد میکنم اسمشو میذارم فامیلی سایز خب و این رو برابر قرار میدم خب کافیه که از دیتا فریم هم بیام چی شد؟ گوگل کلم تبش زیاد خوب کار نمی کنه دوچار مشکله کافیه که بیام ستون سپی رو بیارم خب جمعش کنم با یه ستون دیگه هم داریم و حالا یه نفرم خودشه اونیه که بلیت داشته اینا رو با هم دیگه جمع کنیم ستون فامیلی سایزمون رو بهم میدیم من اجراش میکنم خب الان دیگه
چند لحظه صبر کنید دوستان تا من برگردم. سیستمم خاموش شد. خیلی وقت قطع شده و ندیگه بتونم نباید زیاد باشه. درسته الان صدا رو دارید دوستان؟ الان باید فکر کنم دوباره اجرا کنم، حالا نمیدونم تیکر رو اجرا میکنم اگه نیاز شد دوباره اجرا ببینیم ایرار بگیم. خب مثلا قسمت آخر رو هم سیف نشد دارم. سفر رو هم ندارید نه؟ نمیدونم تا یه اینجوری شو تحمل این همه محتوا رو نداشت سیستم. خاموش بود. آره همون دیگه، یه هایی خاموش شد. حکم روی استارت و با این تفاوت که کلا خاموش شد، قطع روشن شدن نداشت. خب آره پیش میاد آیه رو خودشون بریم. داشتیم چی میگفتیم؟ میخواین اون تعداد افراد رو به دست بیاریم توی خانواده. کافیه که من بیام یه دونه ستون فامیلی سایز بسازم که حالا اون دوتا فیچرم رو دوتا ستون رو با هم دیگه جمع کنم. خب یه دونه اینو گفتم فکر کنم. خب پارشو داریم و یه دونه هم خب خودشه و اینو اگر رو اجرا کنم ببینیم ارور بگیریم. خب نه خدا رو شکر اوزا برا کولاب حتی اگر روی استارتمو نکرده. خب من اگه بیام بعد کافیه که من برم از دیتا فریمم خب حذف کنم، دراپ کنم. خب این دوتا فیچری که دیگه الان نیازشون ندارم. چیا هستن؟ یکی سی اس پی بیاد. خب و اون یکی هم که همون پارچه نمیدونم دقیقش چی. خب این دوتا رو دیگه نمیخوامشون، اینا رو میخوام حذف کنم و چکار میکنم؟ اکسیس رو یک میکنم و این پلیس رو دو. خب اجراش میکنم، اینا هم دیگه حذف میشه. تمام. خب این از این. بیایم یه دونه حالا چیز دیگه هم در نظر بگیریم که اگه حالا بیایم اول دیتا فریممون رو بدیم ببینیم، یه دونه هد بگیریم ازش قبل از اینکه کار دیگه بکنیم ببینیم چیا داریم. خب
من الان اون دوتا ستونی که اضافه کردم هست کابینه و فامیلی سایز. خب ببینید دو یک داریم توی فامیلی سایز. خب یه دونه این فرم بگیریم. ببینیم چه اتفاق افتاد. الان فقط ما توی age داریم چی رو میبینیم دیگه. چی بود؟ missing value. خب آره دیگه ها. یا embark هم داریم. توی embark هم همچنان missing value رو داریم. خب این از این تمام. همین حالا بریم سراغ این که اون واسه امبارکینا هم یه سری کارا بکنیم. خب بیایم من امبارک رو بیارم ببینیم چه خبر داخلش. خب چرا امبارک. خب و من میخوام چیش رو بیارم، value counts رو بیارم ازش که ببینم هر کدوم حالا از مقادیری که داخلش هست چه تعدادی که جوری بریم ببینیمش. 644 تا مار اس، مقدار اسشه. این embarked فکر کنم بندره. خب سی 168 است، کیو 77 است. چیزی شده؟ قطع شدم من دوباره. من این صدای خب اوکی. نه مثل اینکه قطع که نشده هست. خب داره حالا تعداد هر کدوم از این مقادیر رو بهمون میده. خب ما تعداد کمی هم توی embarked داریم. چی میبینیم دیگه؟ missing value میبینیم، دوتاست. من نمیام پرشون کنم، میخوام بیام حسبشون کنم. خب بریم حسبشون کنیم ببینیم چه اتفاقی، یعنی چجوری حسبشون کنم. میام میگم دیتا فریم من برابر با، میام از دیتا فریم هم دراپ نم میزنم. خب دراپ نم چی شد؟ نمیادش. خب و چیکار میکنم؟ میام میگم سابست من، خب برابر با این فیچرم. خب میخوام چیکار کنم؟ سطرا رو حذف کنم دیگه. embarked خب رو قرار میدم و بعدش اکسیس رو این دفعه چون میخوام سطرا رو حذف کنم صفر قرار میدم. خب اگه من اینو اجرا کنم میاد کلا دو تا سطرهای دیتا فریم هم حذف کنم. و این دفعه اگه من بیام از دیتا فریمم is null بگیرم، خب و سامش رو هم بگیرم ببینیم چه اتفاقی کدوم پیچه رو با بمونده. خب فقط الان دیگه age رو دارم چون اون دوتای embark رو هم حذف کردم. خب بریم سراغ age، این رو پرش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من از دیتا فریم هم ایج رو ایج رو میارم و دات فیل اینه میزنم. خب میخوام با چی پرش کنم؟ چون حالا دیگه میگم اینجا زیاد کاری به مراحل مختلف دیتا کلینینگ ندارم، میخوام بیام یه لحظه با مین ایج پرش کنم. خب از یه دونه دات مین استفاده میکنم، اوریج یا مین ایج رو میگیرم و میزنم داخلش. خب از طرفی این پلیس رو هم ترو که بره حالا جای گذاری انجام بشه. خب
خب اینو رزین درسته دیگه، اومدم روی دیتا فریم روی ایج این کار رو انجام دادم. خب من اینو اجراش میکنم. خب بیایم یه بار دیگه اون حالا بالایی رو بیاریم و اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. خب کلا ما دیگه میسینگ ولیو نداریم، صفر شد. خب سوال نکته ای هست بچه ها که بخواید در مورد صحبت کنید؟ مشکلی نیست؟ خب خیلی هم عالی. فقط من یه موردی که هست میخوام چیکار کنم، حواسم به این باید باشه که ایجی که من گذاشتم الان چون مین گرفته احتمالا خیلی از عددان خورده ای شدن که برای سن الان فیون برای من منطقی نیست. خب میخوام اینو هم انجامش بدم، درستش کنم. میام از دیتا فریمم ایج رو میارم. خب میگم این حالا ایج من برابر با، خب از دیتا فریمم باز ایج رو میارم و روش از تایپ میزنم. خب میخوام کل تایپش رو به اینت تبدیل کنم که اون قسمت و فلوتش حذف شد. خب این رو من میزنم، خیلی هم عالی، کافیه که بیام از دیتا فریم هم اینفو بگیرم ببینم همیشه رو به راهه یا نه. خب الان 9 تا ستون دارم، ببینم ایجمونم اینت شد. بله شد و حالا به نظر میرسه همه چیز خیلی عالیه، دیتای حالا میسینگ هم که ندارم. خب بریم الان دیگه یه جورایی داریم نزدیک میشیم به اون لحظه ای که ما میخوایم برسیم به جدا کردن x و y. و یه چیزی، من این نیمی هم که توی دیتا ستم هست رو دیگه نیازش ندارم. خب بیاین اینو هم دراپ کنیم که نتایجمون احتمالا بهتر شد. خب فکر میکنم دیگه آره این آخرین چیزیه که من میخوام انجام بدم. نیم رو هم من دراپ میکنم. خب اکسیز رو 1 میذارم، اینفلکس رو هم که مثل همیشه شروع میکنم. خب تمام، اگه خدا بخواد دیگه. خب آره یه دونه هدم بگیریم لحظات نهایی دیتا ستمون رو ببینیم. خب دیتا فریم اون رو داریم میبینیم، خیلی شست و رفته اینجا قرار گرفته. خب بریم سراغ این که x و y اون رو از همدیگه جدا کنیم، کاری که همیشه انجام x من برابر ما. خب من کافیه که بیام فقط از دیتا فریم هم دراپ کنم y رو. y من اینجا چیه؟ survived. کافیه که survived رو بیام بعد drive دراپ کنم. Survived. خب تب کولاب زیاد قوی نیست، شاکی هم ازش. خب اکسیس رو هم 1 میکنم، این از ایکس هم اجراش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. انجام شد. وای هم برابر با دیتا فریم هم فقط همون سروایت رو دارم دیگه. خب من از بالا کپیش کردم اونجا بذارم ایش کلش رو کپی کرد، خسته نباشه. خب وای من برابر با دیتا فریم هم ستون سروایتش. نه کلا مچ کرده با من امروز، بذار بنویسمش. خب اینم از این. وای من هم الان دیگه مقدار دهی شد، میخوام برم سراغ چی؟ ترین تست اسپلیت رو انجام بدم. چیکار میکردیم؟ میومدم مینوشتم ایکس ترین دیگه اینا رو بلده ایکس تست. خب وای ترین و حالا وای تست. خب این رو برابر دارم میدم با ترین تست سپلیت. خب و بهش چی رو میدم؟
ایکس و وایم رو. خب تست سایز رو باید مشخص کنم، بهش 2/10 رو میدم، 20% تست رو در نظر میگیرم. رندوم استیت رو هم مشخص میکنم با مثلا 40 رو، فرقی هم نداره چاش. خب من رو اجرا بکنم، ایکس ترین و ایکس تست هم اومده و جدا شده برای این از این. تمام. خب ببینی شیپ هم ببینی، ببینی واقعا این اتفاق افتاده. خب من شیپ ایکس ترین هم رو گرفتم، میبینیم 711 تا 100 داره، 7 تا ستون منطقی هم هست، همه چیگه خیلی عالی داره پیش میره فعلا. خب قبل از اینکه برم برای کارامو بکنم، من میخوام یه حالا انکود هم روی ایکس ها انجام بدم چون نیازش دارم. بیام یه دونه انکودر میسازم. خب از چی؟ از سی ای و حالا کاتگوری کال انکودری که بالا داشتیم کتاب خونشو. خب اسمشو گذاشتم ایمپورت از سی. خب کافیه که من ازش اوردینال انکودر رو بیارم. نه فقط اوردینال انکودر رو میخوام. نه وان هاتو نمیخوام. خب اوردینال بذار ببینیم میدینمش. اومد اوردینال انکودر رو میخوام. چیکار میکرد؟ اومد عدد میداد به دیتا. خب میام الان این حالا انکودر هم ساخته شده، بذارید جدا جدا این کار رو بکنم بهتر اجراش بکنم. خب دارمش دیگه. خب حالا میخوام بیام روی ایکس ترین هم اعمالش کنم. میگم ایکس ترین من برابر با خب انکودر من دات فیت ترانسفورم، هم یه سر فیتش میکنم هم ترانسفورم رو انجام میدم. میشد اول فیت کرد بعد ترانسفورم رو انجام دم. اینو هم قبلا دید. خب ایکس ترین رو بهش میدم زمانی که میخوام فیت و ترانسفورم رو انجام بدم. خب مهمش فیت دیگر هم. خب میره فیت میشه و حالا تگرات رو هم اعمال میکنم. ایکس تست رو هم میام این کار رو روش انجام میدم. خب ایکس تستم برابر با از انکودرم. الان دیگه فقط کافیه ترانسفورم رو انجام بدم. خب دارید میبینیدش. خب بهش چیو میدم؟ ایکس تست رو. همون اینو انجام بدم، دیتا هم دیگه انکودم شد، عددی شد و همون. خب میخوام برم سراغ اجرای دیسیژن تری. خب ما بلدیم که برای ساخت یه مدل سه تا مرحله داریم، ایجادش میکنیم، کریتش میکنیم، ترینش میکنیم و بعد هم میره سراغ تست و ایوالویتش. خب من اسم دیتا مدلم رو میذارم دیتی دیسیژن تری و خب دیسیژن تری رو از سایکیکلر میارم، دیسیژن تری کلاسیفایر. درست. خب بعد اینجا براش رندوم استیت رو تعریف میکنم. خب رندوم استیتش رو میذارم 42. بریم اجراش کنیم. دیتا اون مدل دی تی ساخته شد، دیسیژن تری من ساخته شد. حالا میخوام برم فقط فیتش کنم روی داده هم. زمانی که میخوام ترین یا فیت رو انجام بدم چیکار میکردم؟ میامدم بهش داده های ترین رو میدم، ایکس ترین و وای ترین. خب اینو هم اجرا کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. ترین انجام میشه، میخوام تستش کنم. خب کافیه که بیام یه دونه وای کرد ایجاد کنم و برابر قرارش بدم. decision tree رو میارم، predict. و بهش چی رو میدم؟ شما دیگه الان بلدید، x تستم رو. اینو اجرا کنم، y pred من که پیشبینی های من هست رو میاد و برام تشکیل میده. ببینیم تو y pred هم حالا واقعا چیه. اجراش کنیم.
یه سری صفر رو یکه، چون لیبل ها رو قراره به من پیش بینی کنه، اون کلاس ها رو داره به من میده. حالا یه نکته ای که مهمه اینه که ما از decision tree توی بخش تئوری دیدیم دیگه، decision tree داشت چیکار میکرد؟ داشت اهمیت فیچرها رو به دست می آورد با استفاده از حالا اون دوتا تکنیکی که داشتیم. یکیش این بود که می اومدیم از انتروپی استفاده می کردیم و گین رو به دست می آوردیم. یک بار هم می اومدیم از جینی و جینی اسپلیت استفاده می کردیم. خب اینو دیدیم دیگه. الان من اگه بخوام اهمیت فیچر هام رو ببینم، کافیه که بیام از decision tree، خب از این مدل دی تیم، فیچر ایمپورتنس رو بیارم. خب حالا میگم این کجا کاربرد داره و خیلی مهمه. این رو بیارم، حالا بریم ببینیمش. میبینید میاد براتون اهمیت هر فیچر رو نشون میده. ولی خب اینجا شما زیاد چیزا قشنگی نمیبینید. من میخوام این رو تبدیل کنم به یه دیتا فریمی که قشنگ ببینید. کافیه که از پانداز دیتا فریم رو بیاریم. خب بهش حالا این داده ها رو میدم، ایندکس رو مقدار دهی میکنم، میگم ایندکس ها x.columns باشه. خب columns، خب و بعد کالوم هام رو مشخص میکنم. خب چی شده؟ حد سادم قرد نمشتم کالوم الان دیگه درسته کالوم درست. خب و به این میگم حالا کالوم های من اسمشون مثلا باشه فیچر importance. کلا یه دونه کالوم هم بیشتر ندارم دیگه. الان میبینمش چی. خب نگاه کنید دومت چیکار کرد. فیچرها رو گذاشت و حالا اهمیتشون رو هم گذاشت. اگه نگاه کنی مثلا کدوم ها بیشتره، بیشترین عدد مار فیر رو آره فیر بیشتر از مثلا ایج، فیر و ایج مثلا بیشترین مقدار رو داره، نه نه سکس بیشترین مقدار رو داره. میبینید 29 صد. خب اینجوری میتونید بیاید اهمیت ویژگیاتون رو به دست بیارید. بچه ها استفاده که از decision tree میشه برای انتخاب ویژگی های مهمه توی چه گامی؟ توی گام فیچر انجینیرینگ، اون جایی که میخواید ویژگی‌های مهم رو استفاده کنید. یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که بیاید روی دیتاستتون دیسیژن تری رو اعمال کنید و اون فیچرهایی که اهمیت خیلی کمی داره رو شما دیگه میتونید حذف کنید از دیتاستتون. خب بیرم یه حالا کاریه که میشه انجام. فقط زمانی که شما دارید مدلتون رو اجرا میکنید توی این مرحله، خب یعنی ایجاد میکنید و بعدش اجرا میکنید، شما اگر مقدار دهی رو انجام ندید دارید در اصل از معیار جینی استفاده میکنید. خب همین بریم، جالبه بریم این درختی که ما اومدیم اینجا انجام دادیم و پیاده سازیش کردیم ببینیمش، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من یه دونه از متپلاتلی plt.figure رو میارم. چی شده؟ figure. خب و بهش fixSize رو میدم. خب برابر قرارش میدم مثلا با 20 و 10. همین و بعد میخوام برم plot کنم. plot 3 رو استفاده میکنم، بهش decision tree رو میدم و خب چون میخوام روی هر کدوم از گره ها بهم بنویسه، میام میگم فیلد هم true باشه. خب
و حالا فیچر نیمز رو هم میخوام مشخص کنم. بذارید ببینیم. خب فیچر نیمز رو هم میگم لیست چیاست؟ x.columns. خب اینم از این. و حالا کلاس لیبل های من، کلاس نیمز من هم مثلا هست 0 و 1 داشتیم دیگه. مثلا من اینجا میگم داید و مثلا سروایوید و خلاصه سروایوید رو میمیزم. اینا اجراش کنیم ببینیم پلات میکنه برامون. ای نه ناراحت شد از دستم. خب پلات تری رو من آوردم. چی شد؟ یه تنانسون چی بود؟ آها این میگه این اشتباهه. فیلد فیلد آها دو تا اف ای وای بردم. یه پار دیگه اجراش کن. آها یا خدا من اینجا یه دونه سیم کالون بذارم که این اتفاق نیفته. چی شو؟ آها خب حالا در صورت اگه من اولشون سیم کالون رو میذاشتم قد اجرام کردم تکست های اولیه نمی اومد. خب حالا ببینید چه درختی پرامون رسم کرد، چه اوضاعی داریم. خب که حتی اصلا نمیتونیم بخونیم اون چیزایی که روی درختمون زده. decision tree وقتی که مثلا روی دیتا ست بزرگ اعمال میشه واقعا همین اتفاق میفته. این تازه هیچی نیست، ممکنه خب دیتا ستتون چیز بزرگتر و حجیمتر باشه و عمق درختتون رفته رفته بیشتر شد و تعداد انشابات زیادی هم داشته باشه. خب فقط همین هم از بعضی اوقات هست که اوورفیت رو زیاد میبینیم توی decision tree. تا اینجا سوالی دارید؟ آها دقیقا آقای نورزان، این فیلد نمیدونم چرا یه دونه افش زیاد بود. سوال دارید؟ نه؟ خب بریم ادامه بدیم. خب ما همه این کارا رو کردیم، رسم هم کردیم، ولی هنوز ایوالویت رو انجام ندادیم. خب من میخوام بیام ببینم این اکوریسی من چند شد. کافیه که بیام یه دونه متغیر مثلا ACC تعریف میکنم، برابر قرارش میدم با کافیه دستور اکوریسی اسکور رو بیارم. خب دارمش اینجا خیلیم عالی. بهش چی رو میدم دیگه الان بلدیم. وای تست رو میدم و وای کردی که بالا تشکیل دارم. خب بعد دیگه این سیست رو نمایش بدم که ما اکوریسیم هست. شده 74%. خیلی هم عالی. یه چیز دیگر رو هم تنیش کنم و اون چیه؟ کلاسیفیکیشن ریپورت من هست. کلاسیفیکیشن ریپورت. خب بهش چی میدم؟ مثلا همیشه وای تست و وای پرد. اجراش میکنم. ببینید داره F1 اسکور رو هم بهمون نشون میده که همون 74%. یه خورده این دیتا ست میشد نتیجه خیلی بهترم ازش گرفت. این دیتا ست چون خب خیلی کثیفه، حالا اتفاق عجب غریب توش زیاده. و آهام یه اتفاقی هم که افتاد، من اوردینال انکود کردم. این هم خیلی تاثیر میذاره. شما میتونید مثلا با وان هات امتحان کنید، ممکنه خیلی نتایجتون بهتر شه. خب اون اوردینال کاتگوری زیاد کار خوبی نیست دیگه، در موردش قبلا صحبت کرد. خب بریم سراغ این که از معیار انتروپی استفاده کنیم. اسم درختم رو میذارم انتروپی دی تی. میخوام مدل رو ایجاد کنم. خب میام از دیسیژن تری. خب دیسیژن تری کلاسیفایر سایکلین استفاده میکنم. خب
یه پارامتری رو میخوام ست کنم، کریتریان، خب، یا معیار که اسمش رو میذارم انتروپی. و اینجوریه که میره از انتروپی استفاده میکنم. و خب حالا رندوم استیج رو مشخص میکنم برابر با 42. خب من اینو اجرا کنم، درختی که برام تولید میشه معیار اون، حالا مدلی که برام اجرا میشه معیار انتخاب فیچرهاش انتروپی هست. خب از اونجایی که بریم اینو هم اجرا کنیم، بد نیست ببینیمش. میخواستم بگم بگذاریم ازش، ولی خب بریم ترینش کنیم. خب من مدلم رو میارم انتروپی دیتیم رو و فیتش میکنم مثل همیشه روی ایکس ترین و وای ترین، داده های ترینم رو بهش میدم. خب اگه من رو اجرا کنم مدل من میره چی شد؟ انتروپی دیتی is not defined. چرا؟ آها آها، من واقعا باید یه کاری واسه این دیکتیشن هم بکنم. خب فیت شد روی داده ها، الان کافیه که برم و تستش کنم. چیکار میکنم؟ وای پرید مثلا انتروپیم رو ایجاد میکنم و انتروپی دیتی رو میارم و پردیکت میکنم. خب پردیکت روی چی انجام میشه؟ داده های تست هم دیگه، ایکس تست. خب من رو اجراش میکنم، وای پرید انتروپی ایجاد میشه. خب همین، این کار رو انجام بدم، همه چی خیلی عالی انجام میشه. خب بریم ویژوالیزیشن درختم رو انجام بدیم. من از بذارید همون بالا من این دستور رو دارم. نه البته میترسم خیلی طول بکشم. خب از پیتی فیگور رو میارم. خب فیگ سایز رو مشخص میکنم و برابر قرارش میدم با 20 و 10 مثل بالا. خب در نهایت پلات 3 رو استفاده میکنم و بهش حالا انتروپی، ENT رو داشتم اسمشون، DT رو میدم. خب دیگه الان بقیه چیزا رو نمیذارم، میخوام سریعتر بریم سراغ اصل مطلب. ای وای من باز بذارید استاپش کنم. خب من اینجا یه سیم کارون بذارم، فاجعه قبلی رو کنترل کنیم. منتظر شما اجرا شه، درختمون رو میاد و برامون پلات میکن. خب میبینید اومد اون حالا درختی که داریم رو برامون پلات کرد. یه حالا رنگ نشده به خاطر اون حالا من نیومدم مثلا فیلد رو ترو کنم و چیزای این شکلی. خب اینم از این، اینم درختی که حالا اینجا داریم میبینیم. بریم سراغ این که کلاسیفیکیشن ریپورت رو هم ببینیم چه خبره برای زمانی که داریم از حالا یه معیار انتروپی استفاده میکنیم. خب من پرینت رو بزنم که حالا اون کلاسیفیکیشن ریپورت هم خوشگل بشه. خب کلاسیفیکیشن ریپورت رو میارم و بهش وای تست و وای پرید رو میدم. اجراش کنیم. خب بازم همون 74% رو داریم. آها نه، این وای پرید رو من فکر کنم یه جور دیگه الان برای انتروپی نامگذاری کردم. آها وای پرید ENT الان ببینیمش بهتر شد، داره 79% رو نشون میده.
اینجا مثلا روی این درختمون داره انتروپی نتایج بهتری رو نشون میده. خب بریم سراغ هرس کردن درخت، ببینیم چطوری این کار رو میتونیم بکنیم. خب برای اینکه درخت رو هرس کنیم، زمانی که میخواییم ریپرونینگ، پیش هرس رو انجام بدیم، خب اتفاقی که هست اینه که ما قراره بیایم با استفاده از ایوالویت کردن درخت توی مرحله ترینمون، خب ببینیم اگه داره حالا درختمون دچار اوورفیت میشه یا مثلا نتایجمون داره بد میشه، بیایم از یه جایی به بعد دیگه اون ادامه ندیم درختمون رو، دپسمون رو، اون عمقمون رو کم کنیم. خب من میام اینو اینجا با هم دیگه انجامش میدیم، نگران نباشید، میبینیم چه اتفاق افتاد. خب من یه دی تی مدل ایجاد میکنم، اسمشو اینجوری میذارم که با قبلی قاطی نشه. خب از سایکیتلن دیسیژن تری کلاسیفایر رو میارم. خب الان دیگه بلدیم، فقط من رندوم استیت رو میذارم 42. اینو اجراش میکنم، مدل من ایجاد میشه. میخوام بیام از گرید سرچ استفاده کنم. خب برای یه دونه دیکشنری میسازم و اسمش رو میذارم گرید پارام. خب و این رو برابر قرار میدم. حالا میخوام هر کدوم از اون پارامترامو اینجا بیام مقدار دهی کنم تو این دیکشنری. خب کدومو داشتیم؟ کریتریان رو داشتیم. خب معیارمون رو داشتیم که مثلا دو تا مقدار میتونست بگیره. خب جینی یکیش بود و حالا اون یکی انتروپی. خب این از این. بریم سراغ دومین مقدار این حالا دیکشنری. خب اسپلیتر داریم، درسته؟ اسپلیتر. خب این دومین پارامتر ماست که من خب یه لحظه من میتونم روی دو تا مقدار ستش کنم، یا اینکه مثلا تو زمانی که میخوای انتخاب کنی فیچر من رو بهترین حالا معیار، اگه حالا جینیه بهترین جینی رو انتخاب کن یا رندوم یکی رو انتخاب کن. ما میخوایم این رندوم انتخاب کنیم یا بهترین رو انتخاب کنیم، کدوم بهتر میشه. خب اینم از این. بریم سراغ پارامتر بعدیمون. فکر کنم اینم نباید یه دونه میآوردم جلو. خب بهتر اینجوری. بعدی چیه؟ ماکس دپس هست، عمق درختمون هست. بیشترین عمق درختمون مثلا چقدری میتونه باشه؟ خب من میام برای این مثلا میام میگم رنج اعداد 2 تا 50 رو بیا مثلا با گام 1 تولید کنم. یا چیکار میکنم؟ یه لیستی از اعداد 2 تا 50 رو، حالا گامش هم 1 گذاشتم، 1 1 2 3 4 5 تا 50 رو ایجاد میکنه. خب و حالا برای اینا امتحان میکنم. این از این. یه دونه مین سامپل لیف هم داریم که میگه مثلا چون آخرین گره هایی که داریم، گره های برگمون، چه حالا مقدار کمترین مقدار سمپلمون چقدر باشه بهتره. که من حالا این رو هم با رنج میسازم، بهش 1 تا 15 رو میدم و گام حرکتش رو هم میدم 1. اینم از این. آخرین چیزی که قراره ست کنیم مثلا هست مین سمپل اسپلیت. خب زمانی که میخواد بیاد حالا اسپلیت کنه اون فیچرها رو، خب درختمون رو میخواد اسپلیت کنه، اینجوری بگم بهتر، حداقل سمپلی که داشته باشیم چقدر باشه. من این رو هم 2 تا 20 و یه دونه رو اینجاش رو میذارم. خب اینو اجرا کنیم، دیکشنریمون ساخته بشه، ایجاد بشه.
دیگه کافی الان بریم و گریسر شو اعمال کنیم. خب من میام یه دونه DT گرید یا مدل دیسیژن تری گرید ایجاد میکنم، برابر قرارش میدم با گرید سرچ، بذارید بیارم پیش گرید سرچ سی وی. خب اینجا میگم استیمیتور من، خب چی باشه؟ اون مدل دیسیژن تری که دارم، دی تی مدلم، خب که بالا ایجادش کردم، اون پارام درسته؟ پارام گرید های من چیا باشن؟ خب اون دیکشنری گرید پارامی که بالا ساختم، گرید پارام درست. خب سی ویم چند باشه؟ 5 باشه. اسکورینگ رو هم میتونیم رو هر چیزی بذاریم، مثلا روی F1 score بذاریم، روی accuracy بذاریم، من میذارمش روی accuracy. خب همین و کافیه. بعد از اینکه اینو اجرا کردم، خب مدلم ایجاد میشه دیگه. ما هم الان، حالا من نمیدونم چرا صفحه من تکونه. خب ما هم دیگه الان بلدیم، وقتی که مدلمون ایجاد میشه میریم ترینش میکنیم. کافیه که DT گرید رو بیاریم خب و فیتش کنیم روی داده های ایکس ترین و وای ترین، داده های ترین. خب من اینو اجرا میکنم، مدل من میره فیت میشه. بعد از اینکه فیت شد، کافیه که بیام و ببینم حالا چی شد. ارور گرفتم، چه شد؟ ایکس ترین وای ترین به کجا داره رو؟ نه دیسیژن دی تی گرید من ایجاز شده بهش ایکس ترین رو دادم و وای ترین رو. چی شده که این اتفاق افتاده؟ استاد از عدد 2 باید شروع بشه ظاهرا، مین سمپل لیفه. شاید شاید بذارید 2 رو بزنم. آه یعنی بذارید این کار رو بکنیم. 2 رو من بالا گذاشتم، اینجا هم اجراش میکنم. نه ماری این نبود، هر چیزی بود. با ببینیم ارورمون چیه. valid parameter. فکر کنم داره به پارامترامون حالا ارور میده. ببینیم املاشون رو درست نوشتیم. کریتریان هست که جینی و انتروپی رو بهش دادیم. اسپلیترمون هست که بست و رندوم رو بهش دادیم. ماکس دپسمون هست که درسته، ماکس دپسمون رنجه. مین سمپلمون هست. آها مین سمپلز بچه ها. ببینید یک اشتباه کوچیک. الان حالا دوباره ارور میده. بله خب اونم خوب شد گفتید، بهتره که از 2 شروع میشد مین سامپلز لیفمو. بفرمایم نداشت از 1 شروع میشد. خب داره فیت انجام میشه، خب داره روی مدل فیت انجام میشه. اگه دوباره رو نگیریم خدا بخواد، چون داره یه گیرد سرش رو انجام میده خب طول میکشه. تا این فاصله که این انجام میشه، ما بیایم بست پارامترهای مدلمون رو بعد از ترین شدن پرینت بگیریم. خب دیسیژن تری گرید رو من ایجاد کردم. خب میخوام بیام ازش بست پارامتر رو بیارم. بست پارامتر. خب فیتمون هنوز تموم نشد چون خیلی پارامتر دادیم بهش، این اتفاق افتاد.
میتونست کمتر این کار رو بکنی. خب در صورت اینو که انجام بدیم، بهترین پارامترهای ما به دست میاد و دیگه کافیه که بریم مدلمون رو با این پارامترها ایجاد کنیم. خب داریم به 9:30 نزدیک میشیم و به خاطر اینکه دیگه بیشتر وقت شما رو من نگیرم، پست پرونینگ که حالا مهمم بود البته، خب میمونه، میذارمش کدش رو ببینیدش، اگه سوال داشتید بپرسید، اول جلسه بعدی هم یه حالا مروری روش انجام میدم. دیگه این کاری نداره، فقط همون بهترین پارامتر رو کافیه که پرینت بگیریم. سوال دارید؟ دیگه تموم شد. ببخشیدم طول کشید. خب خوب بود که کد رو ببینیم. در درخت کاش داخل باکس میدیدیم خیلی بهتر میشد. چی نشان میداد؟ همون چیزایی که دیدید توی کلاس به صورت تئوری داریم میبینیم، همین ها رو نشون میده، ولی خب چون درخت همون عمقشون زیاده، خب دیدید چیزای جالبی نبودن. خب شما اگه بیاید با یه عمق کم، خب همین درخت رو مثلا با عمق 2 یا 3 بیاید رسمش کنید، کامل اینا رو میبینید. یعنی کافیه دیدید اونجایی که مدل رو میساختیم، خب بیاید مارک استپس رو روی 3 مثلا قرار بدید. خب میبینید که مثلا داره داخلش مثلا جینی رو نشون میده، انتروپی رو نشون میده، اینکه حالا چه تعداد سمپل داریم و اینا رو داره نشون میده و یه مقدار ولیو نشون میده. اون ولیو رو من متوجه نشدم، میخواستم همین کنار اونا، کنار انتروپی یا سمپل و یا از اینا، یه مقداری هم برای ولیو نشان میده. این احتمالا تعداد سمپل هاتون هست اگه اشتباه نکنم، یا حالا جینی و انتروپی. نه نه، غیر از سمپل، سمپل داره یه مقدار، یه پارامتری هم نشان میده به نام ولیو. اون ولیو رو من متوجه نشدم به صورت، حالا دو عددی هم معمولا نشان میده. بیایم یه دونه دیسیژن تری ببینیم. ضرر کنندم درسته؟ من یه دونه اسکار سرکیت لرنم اینجا بزنم، چون من الان بخوام اونجا اجرا کنم خیلی طول میکشه. آره همین روی تصویرم. آگه بله اینجا تو شکل مشخص ولیو میبینید، ولیو رو داره هم بله بله میگه 545 تا سمپل ما رو موقعیه که حالا اینجا تورو داریم، خب توروه، 342 تاش ما رو فارسه. اگه نگاه کنید بعدن 81233 رو گرفته. خب میبینید توی سمت راست آبیه، 81233 میشه جمعشون چند؟ آه درسته، در متوجه شدم الان، چه همون 342 که بالا داشت. بله 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 بسیار عالی، دست شما در نکن. خواهش میکنم، زنده باشید. سوال دیگه ندارید؟ پس من ضبط رو قطع کنم.